اگر مثلا یک مقاله رو برای داور میفرستن، باید حتما بعد از اینکه آفرین داوریش رو انجام داد حتما اون رو حذف بکنه و مستندات مربوط به اون رو نگه نداره، مگر اینکه قوانین خاصی در این رابطه وجود داشته باشه. گفته میشه که نویسندگان مقالات باید حتما مستندات مقالات پذیرفته شده رو حداقل 3 سال نگه دارن. به چه دلیل؟ به این دلیل که در واقع هر گونه سوالی وجود داشته باشه در رابطه با اون مقاله باید پاسخگو باشن و در واقع این اطلاعات رو حفظ بکنن که اگر هر سوالی در آینده، نقد این در آینده در رابطه با اون مقاله پیش اومد بتونن بهش پاسخگو باشن. البته این مدت 3 سال حفظ مستندات مقالات پذیرفته شده هستش. البته خود نویسنده ها باید این اطلاعات مقالاتشون و حتی اون دیتاهایی که جمع‌آوری کردن رو حداقل باید به مدت 10 سال و حتی گفته میشه که همیشه نگه دارن این اطلاعات رو، مگر اینکه در واقع تابع قوانین خاصی باشه. مثلا اون مجله تصمیم بگیره که نه بیشتر از 3 سال باشه یا کمتر از 3 سال باشه. پس مجلات این مسئولیت رو دارن که مستندات مقالات پذیرفته شده رو حداقل طبق توصیه های ICMJA به مدت 3 سال نگه دارن. و اینکه اگر داوری به صورت بلایند هستش، یعنی به صورت بسته هستش، نباید در واقع نظرات داوری بسته حتی مشخصات داور بدون کسب اجازه از اون نویسندگان مقالات افشا بشه. یعنی کامنت های داوری که در داوری بسته صورت میگیره نباید نه بدون اجازه خود داور و نه بدون اجازه نویسنده مقاله افشا بشه. خب از طرف دیگه سردبیران مجله این وظیفه رو دارن که وقتی یک مقاله برای مجله اونها ارسال میشه حتما در واقع به موقع پاسخگو باشن. یعنی انقدر دیر جواب ندن. مسئله ما این روزها باش روبرو هستیم و در واقع حتی شما مقالتون رو برای یک مجله فرستادی چند ماه گذشته هنوز دست سردبیر مقاله است. اگر میخواید مقاله رو رد بکنید خب پاسخ بده. اگه میخواید مقاله رو هم در واقع برای داوری ارسال بکنیم باز هم به نویسندگان اطلاع بده که زمان رو از دست ندن. همین دیر پاسخ دادن های سردبیران باعث میشه که حالا به دلیل اون بحث هایی که وجود داره مخصوصا توی کشور ما، مثلا دفاع از پایان نامه یا مثلا بحث ارتقای اعضای هیئت علمی، مجبور باشن که از روش های غیر قانونی استفاده بکنن، غیر اخلاقی استفاده بکنن. به چه شکل؟ این شکل در واقع مقالاتشون رو همزمان برای چند تا مجله ارسال بکنن. خب این روند ها، یعنی این کند کار کردن ها از سوی سردبیران مجله باعث میشه که در واقع زمان نویسندگان هدر بره. و اینکه فرآیند داوری هم توسط افرادی باشه که جزء اعضای هیئت تحریریه مجله نیستن. مجله باید اون ساختارهای لازم، اون قوانین لازم، دستورالعمل‌های لازم رو برای انتخاب داوران داشته باشه و در واقع اون قوانینی که در رابطه با بحث تضاد منافع وجود داره همه اینها رو در واقع مشخص کرده باشه. بعد اینکه سردبیر باید در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار همونطور که خدمتتون گفتم پاسخگویی سریع رو داشته باشه. بحث در واقع داوری مجله، باز یا بسته بودن اون، مدت زمان داوری، در واقع نوع و تعداد مقالات ارسالی، تعداد داوران، همه اینها باید در دستور عمل مجله برای نویسنده ها مشخص و شفاف باشه. اگر کسی داوری رو برای یک مجله انجام داد، حالا بسته به توان مالی اون مجله و سیاست هایی که دارن، چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی، حتما ازشون قدردانی بشه. نظرات داوران، اگه فرض کنیم که در واقع چند تا داور برای یک مقاله در نظر گرفته بشه که کار داوریش رو انجام بدن، مجله میتونه، سردبیر میتونه تصمیم بگیره که نظرات داوران رو برای همدیگه ارسال بکنه. خودش میتونه به یادگیری از همدیگه کمک بکنه. و همچنین که سیاست های مجله در رابطه با اشتراک دادای پژوهشی
مشخص باشه، مثلا اینکه توی جن بانک اون رو در واقع ثبت بکنن، توی کلین کارت اگه کلین کارت ترایال حتما در رجیستری ها اون رو ثبت بکنن، کاملا مشخص باشه. و حتی اون مظلوماتی که در رابطه با تجزیه و تحلیل و ارسال داده ها توسط مجله وجود داره هم کاملا به اطلاع نویسنده ها رسونده بشه و کاملا از این قضیه مطلع باشن. خب دوستان اگر سوالی دارین تا اینجا بفرمایید. اختصاص پیدا میکنه، داورها به چه شکل انتخاب میشن که معمولا الان رسم شده که نویسندگان مقالات خودشون در واقع داور رو پیشنهاد میدن، همه اینها باید در دستور عمل مجله مشخص باشه. اما داورها رو نباید از اعضای هیئت تحریریه مجله انتخاب بکنه، چون یک نوع تضاد منافع ایجاد میشه. و اینکه اگر کسی داوری رو انجام داد، در واقع مجله با توجه به اون بنیان مالی که داره و حالا اگر به لحاظ مالی نمیتونه، به لحاظ مالی هم نمیتونه در واقع قدردانی بکنه از داور، رو حتما به لحاظ معنوی ارسال در واقع نامه تشکر و قدردانی رو به شکل الکترونیکی به داور خود داشته باشه، که در واقع به خاطر اینکه همکاری داشتین در بحث داوری مقاله ازتون قدردانی و تشکر میشه. و اگر هم بتونن به لحاظ مالی، حالا هر چقدر هم هزینه‌اش کم باشه، این باعث میشه که انگیزه داوران برای داوری بهتر مقالات افزایش پیدا بکنه. و همچنین اینکه مجله باید در دستور عملش مشخص بکنه که در رابطه با اشتراک داده‌های پژوهشی چه سیاست‌هایی رو داره. دیتا شیرینگ فرض کنید مطالعه از نوع کارآزمایی بالینیه. خب لازم هستش که قبل از اینکه کارآزمایی بالینی در واقع از همون زمان که در واقع اولین بیمار ثبت میشه یا حتی قبل از اون، مشخصات و مطالعه رو در مرکز کارآزمایی های بالینی که وجود داره، حالا ما نمونهش رو در ایران IRCT رو داریم و معروف ترینش حالا در دنیا clinicaltrial.gov هستش، سیاست های مربوط مشخص بکنید، یعنی تعیین بکنید که نویسندگان اگر مطالعهشون کارآزمایی بالینی هست، حتما در واقع شماره ثبت کارآزمایی بالینی رو داشته باشن و این سیاست ها مشخص باشه. یعنی که مثلا مطالعه در حوزه ژنتیک هست، یه جایی رو داریم تحت عنوان ژن بانک، یا در واقع مطالعاتی که پرسشنامه‌ای هستن، داده های آماری هستن که وقتی شما معلومات ارسال میکنیم، مجله میگه که این داده‌هات رو در واقع در اونجا ثبت بکن. به چه دلیل این کار رو میکنه؟ به این دلیل هم که خدمتتون گفتیم که نویسندگان مقالات موظف هستن که حداقل 10 سال اطلاعات جمع آوری شدهشون رو به تجزیه و تحلیل هاشون رو و هرچه مستند در رابطه با مقاله هست رو نگه دارن. الان سیاست مجلات به این شکل شده، یعنی مجلات اومدن یا خودشون یا بعضی از در واقع ناشرها اومدن، مثلا اشپرینگر رو من بهتون مثال بزنم، اومدن یک سری رپوزیتوری یا مخزن داده ایجاد کردن که میگه
از نویسنده در هنگام ارسال مقاله میپرسه که آیا میخوای داده هات رو به اشتراک بذاریم؟ خب وقتی شما این داده ها رو به اشتراک میذارین، الان بحث اوپن اکسس مطرح شده. یعنی این داده ها رو اگه من در اختیار دیگران قرار بدم، دیگران هم بتونن تجزیه تحلیل بیان انجام بدن یا اینکه بخوان ازش استفاده بکنن، و در واقع سیاست ها رو اینجا ما باید کاملا مشخص بکنیم. و بحث تعیین ملزومات تجزیه تحلیل و ارسال داده ها توسط مجله و اطلاع اون به نویسندگان هم خیلی مهمه. یعنی این مجله و سردبیر مجله باید اون سیاست های لازم رو در رابطه با اینکه برای تجزیه تحلیل داده ها و ارسال اون چه مواردی رو باید نویسندگان رعایت بکنن، این رو هم حتما در بخش نویسندگان مشخص کنن. و نکته ای که اینجا وجود داشت در واقع به اشتراک گذاری نظران داوران برای دیگر. فرض کنید یک مجله ای یک مقاله ای رو برای 3 تا داور میفرسته. در این صورت سردبیر میتونه تصمیم بگیره، یعنی پیشنهاد میکنه خود ICNJA که در واقع نظرات داوران برای همدیگه به اشتراک بذاره، و این باعث میشه که فرآیند داوری علمی‌تر باشه. شاید یک نکته از ذهن من داور پنهان مونده باشه و داور دیگه مقاله به یک نکته توجه کرده باشه که بتونه این مقاله با کیفیت بهتری باشه، و این به اشتراک گذاری نظرات میتونه خیلی کمک کننده باشه که خود شخص در واقع سردبیر در این مورد میتونه تصمیم بگیره. خب من چک میکنم صفحه در واقع نرم افزار رو که قطعی صدا یا در واقع اشتراک اطلاعات رو نداشته باشه. خب مکانیزم های در واقع ارائه نظرات و پیشنهادات و لزوم پاسخگویی نویسندگان رو هم که خدمتتون گفتم، و اینکه داده ها حداقل نویسندگان 10 سال نگه دارن، مستندات مقالاتی هم که پذیرفته شده توسط مجله باید حداقل 3 سال نگه داشته باشه، در مورد مخزن داده های مقالات منتشر شده هم که خدمتتون گفتم که میتونه خود مجله یا ناشر مجله این رو داشته باشه، یا اینکه معرفی بکنه در واقع به مخزن های بین‌المللی که وجود داره. امانتداری مجله. مجله باید بیاد در واقع سیاست هاش رو در رابطه با انتقال مقالات مشخص بکنه. یعنی اینکه مقالات بر اساس ارتباط با موضوع مجله، بر اساس کیفیتشون، اصالتشون و پاسخگویی به سوالات مهم علمی رو انتخاب بکنه. یعنی اگر یک موضوعی به عنوان مثلا خیلی دیگه کار شده و تقریبا پاسخ‌ها بهش یکسان هست رو نباید در واقع عنوان یک مقاله بپذیره که و این مجله بتونه منتشر بشه. پس به اصالت در واقع این موضوع، به در واقع جدید بودن و اینکه بتونه مهمترین سوالات که در رابطه با جامعه علمی و حل مشکلات جامعه علمی وجود داره رو پاسخ داده باشه، و صرفی هم اون مقاله در حیطه اسکوپ اون مجله باشه، بگن اسکوپ مجله یا موضوع مجله باشه. اما داوران تخصصی هم باید بتونن، نکته مهمی که وجود داره، کسایی که کار داور انجام میدن، اطلاعات نویسندگان و محرمانگی اونها رو باید حفظ بکنن، نباید در واقع این رو افشا بکنن که مقاله چه کسی رو در واقع داوری کردن، یا اینکه بخوان از ایده هایی که در اون مقاله وجود داره استفاده بکنن. و نکته‌ای که وجود داره بعد از اینکه کار داوریشون رو انجام دادن، اولا اینکه نظرات داور باید نظرات سازنده و مؤدبانه و درست باشه، یعنی یه جورایی با توهین با نویسنده صحبت نکنه که حتی اگه بدتر مقاله بود بخواد بگونی توهین آمیز صحبت بکنه، یا اینکه به صورت مغرضانه بخواد در مورد کار نظر بده، و نظراتش باید درست و سازنده باشه. و اینکه اگر در رابطه با مقاله‌ای که داره کار داوریش رو انجام میده نکته‌ای وجود داره که در واقع منفعتی برای از اون داوری در واقع مقاله برای ایشون وجود داره، حتما این رو هم باید افشا بکنه. و در نهایت اگر از همکارانش هم اومدن در بحث داوری
مقاله همکاری داشتن و بهش کمک کردن، حتما این رو به اطلاع سردبیر برسونه که ازش تشکر و قدردانی بشه. در پایان بعد از اینکه کار داوری رو انجام داد، تمامی نسخه های مربوط به داوری اون مقاله، یعنی نسخه هایی که مربوط به مقاله هست، حتی با وجود اینکه بخواد برای بار دوم دوباره مقاله بهش ارسال بشه که ببینه در واقع این نظرات رو برطرف کرده، باید همه موارد مربوط به بحث داوری مقاله رو حذف بکنه، مستندات مربوط به داوری مقاله رو مجله نگه می‌داره و برای بار دوم اگر مقاله ای در واقع دوباره ریوایز بکنه به قول معروف، یعنی ازشون خواسته بشه که در واقع مقاله رو دوباره مجدد ارزیابی بکنن و ایرادات اون رو برطرف بکنن، این مستندات رو باید خود مجله نگه بداره و برای داور ارسال بکنه که نظرات قبلی شما در رابطه با این مقاله این بوده و الان نویسنده موارد رو به این شکل در واقع در مقالش اعمال کرده و دیگه داور بر اساس نظرات قبلی خودش بتونه در رابطه با بار دوم در رابطه با اون مقاله ببینه که آیا ایرادات برطرف شده یا نه. و نکته‌ای که در آخرین ویرایش ICMJA وجود داره، متأسفانه ما توی ایران شاهدش هستیم و همچنان تأکید میشه برای این قضیه، بحث عدم تأکید بیش از حد مجلات بر شاخص ایمپکت‌فاکتور هستش، یعنی که مجله بیش از حد بر شاخص فاکتور تأثیر مجلات که همونطور که می‌دونیم از طرف بلو ساینس ارائه میشه نباید تأکید بیش از حد داشته باشه و در مقالات باید به بحث شاخص‌های دیگه که در رابطه با مقاله، مثلا اصالت موضوع مقاله، کیفیت نگارش مقاله و جدید بودن و در واقع کمک کننده بودن به پاسخگویی به سوالات بعد این موارد دقت بکنه. پس به مجموعی از شاخص‌های مختلفی در رابطه با مقالات و مجلات بیشتر بعد به اونها توجه بکنه. در این که سردبیر مجله هم توجه داشته باشه که مقالاتی رو انتخاب بکنه که از طیف وسیعی از نویسندگان، البته در رابطه با موضوع مقاله و گروه‌های مختلف خوانندگان رو بتونه جذب بکنه به سمت در واقع مجله و حتی داورانی که انتخاب میکنه، یعنی فقط سه تا داور رو نداشته باشه و در رابطه با موضوعهایی که در پیشش مجله هستش داوران متخصص رو داشته باشه و همچنین اعضای هیئت تحریریه. که منظور چی هست؟ یعنی اینکه فقط به این توجه نکنه که بحث معنیداری توی پژوهش‌ها مهم هستش، یعنی تمرکز در واقع مجله فقط بر انتشار مقالاتی نباشه که روابط معنیدار رو نشون میدن، بل بین این متغیر و متغیر دیگه رابطه معنیدار وجود داره. اگر مطالعه ای رو به این مجله ارسال کردن و به نتیجه مخالف با مقاله که قبلا در رابطه منتشر شده دست پیدا کرده، این رو هم باید در دستور کار خودش قرار بده، در بحث داوری علمی قرار بده و نه به صورت بایاس و در واقع مغرضانه بخواد فقط مقالاتی که نتایج موافق رو نشون میدن و نتایج مخالف رو در واقع رد بکنه. پس به این نکته هم باید سردبیران مجلات توجه داشته باشن. خب صاحبان مجله و استقلال تحریری. صاحب مجله در واقع اون کسی هستش که میتونه به لحاظ مالی یک مجله رو ساپورت بکنه، که معمولا مجله که در دانشگاه علوم پزشکی هستن صاحبان اونها خود دانشگاه علوم پزشکی هستن و معاونت تحقیقات و فناوری. صاحبان مجله میتونن در انتخاب و اصل سردبیران مسئولیت داشته باشن و بعد یک قراردادی رو تعیین بکنن که حیطه وظایف، حقوق و اختیارات و شرایط انتصاب در واقع اون سردبیر و اگر تعارض منافعی وجود داره روش‌های حل اون رو هم مشخص بکنن و همچنین این که در واقع بر سر ارزیابی عملکرد سردبیر هم چه بین در واقع صاحب مجله و چه سردبیر باید یک سری توافقاتی وجود داشته باشه، یعنی ارزیابی عملکرد سردبیر بر اساس چه معیارهایی قرار صورت بگیره و این معیارها باید کاملا مشخص باشه. همچنین این که در مورد عزل سردبیر هم
نباید همینطوری یک سردبیری رو بخوان از بکنن صاحبان مجله. گفتیم که در انتخاب و اصل سردبیران مسئولیت دارن، اما به این شکل نیستش که در واقع بی دلیل بخوان یک سردبیر رو عزل بکنن. در صورت چی؟ در صورت که در واقع تقلب علمی کرده باشه، میسکاندکت علمی داشته باشه، یعنی سوی رفتار علمی داشته باشه، به اصطلاح بهش میگن ساینتیفیک میسکاندکت رو داشته باشه. این موارد میتونه سبب بشه که یک سردبیری در واقع عزل بشه. و اما تصمیم گیری در مورد عزل یک سردبیر از سوی صاحب مجله باید توسط یک هیئتی از کارشناسان مستقل در اصل و نسب ها هم صورت بگیری، یعنی افرادی که در کارشناس هستند در بحث مجلات و در واقع انتخاب سردبیران از اون ها هم مشاوره گرفته بشه در رابطه با انتخاب و یک مجله پزشکی هم باید به صراحت نظارت و ارتباط خودش رو با صاحب مجله مشخص کنه، یعنی در همون صفحه اول وبسایت مجله مشخص بشه که صاحب مجله کی هست، در واقع اون حامی مالیش هست اکثرا. این رو هم باید کاملا مشخص بکنه به صورت کاملا صریح و واضح و آشکار در صفحه اولی وبسایت مجلهشون این رو ذکر کرده باشن. و نکته مهمی که در اینجا وجود داره، درسته که در واقع یک مجله‌ای توسط یک در واقع حامی مالی ساپورت میشه، اما هیئت تحریریه باید در انتخاب مقالات و انتشار اونها کاملا مختار و آزاد باشه، یعنی حامی مالی هم تو که توی اسلایدهای قبلی هم خدمتتون گفتم نباید در محتوای مقالات، در ویرایششون، در داوریشون بخوان دخل و تصرف داشته باشن. و هیئت تحریریه رو صاحب مجله باید کاملا آزاد و مختار بذاره که در واقع در انتخاب محتوا، داوری و انتشار اون به صورت مختار و آزادانه عمل بکنن. و حتی سردبیران باید این جرأت رو داشته باشن که اگر نقد سازنده‌ای در رابطه با مخصوصا مسائل پزشکی وجود داره رو کاملا بیان بکنن و هیچ گونه ترسی از مجازات و حتی تضاد با اهداف تجاری ناشران نداشته باشن، یعنی مثلا بترسن که دیگه اون حامی مالی رو از دست بدن. اگر یک مطلبی در یک مقاله ارائه شده که میتونه به جامعه و سلامت جامعه کمک بکنه و حتی این روشی که ارائه شده میتونه در واقع به ضرر جامعه باشه و سلامت اون رو تهدید بکنه، سردبیران باید حتما این رو به اطلاع جامعه و خوانندگان برسونن، حتی اگر اون حامی مالی رو هم از دست بدن. خب خود سردبیر هم میتونه از مشاوره هایی یک هیئت مشاوره استفاده بکنه، یعنی مجلات میتونن یک هیئت مشاوره سردبیری رو داشته باشن که در بحث ایجاد سیاست ها و حفظ این سیاست های تحریری نقش داشته باشه، یعنی به سردبیر در واقع بخوان مشاوره بدن که این گروه حتی میتونه خواننده ها هم درش حضور داشته باشه، یعنی خوانندگان یک مجله هم میتونن درش نقش داشته باشن. مثلا مثلا یک پروفسوری در یک حوزه اکسپرت هست و جز خوانندگان این مجله هست، میشه از حضور همچین افرادی هم در کنار کارکنان هیئت تحریریه و همچنین داوران از نظراتشون در بحث ایجاد سیاست به هیئت تحریریه استفاده بکنن. گاهی اوقات مثلا ممکنه در بحث انتشار و بحث اخلاق در پژوهش و انتشار برای سردبیران یک سری مسائل پیش بیاد که حتما یک مجله هم باید مشاوره حقوقی داشته باشه که در مواردی که مشکلات قانونی ایجاد بشه برای سردبیر مجله بتونه در مورد این مشکلات رو حل و فصل بکنه. اطلاعات محرمانه نویسنده ها و داوران هم باید توسط سردبیر حفظ بشه، یعنی اطلاعاتی که نباید این اطلاعات نویسندگان و داوران مخصوصا اگر داوری بسته صورت میگیره یا بلایند باید توسط سردبیر کاملا حفظ بشه. و همچنین که سردبیر از صحت گزارش های مجله با تبلیغاتی که در رابطه با محتوای مجله توی رسانه‌های اجتماعی میشه
یا توی وبسایت های خبری میشه، باید سردبیر از صحت اون گزارش ها در مورد مجله صورت میگیره اطمینان حاصل بکنه و کسایی که در مورد تحلیل گزارش میپردازن اینه که اصول روزنامه نگاری صحیح رو در واقع ما بهش میگیم مدیکال ژورنالیست، یعنی اینکه اصول روزنامه نگاری صحیح رو یاد بگیرن. مثل چی این اصول صحیح روزنامه نگاری؟ یادداشت برداری های همزمان و پیگیری پاسخ از تمام جهات، یعنی اینکه اگر در رابطه با در واقع محتوای مجله در واقع حالا کسی از اعضای هیئت تحریریه میاد در واقع گزارشی رو تعیین کنه و اون رو میخواد بیه مثلا اینستاگرام یا شبکه‌های خبری دیگه ارائه بده، حتما حتما باید این اصول رو رعایت بکنه و سردبیر هم از صحت این مطالب که ارائه میشه کاملا اطمینان پیدا بکنه. و برای اون بحث فریدم در واقع هیئت تحریریه و آزادی در واقع هیئت تحریریه مختار بودنشون در محتوا، سردبیر باید بالاترین سطح در واقع مالکیت رو داشته باشه توی مجله، نه اینکه به مدیر یا دفتر اجرایی محول بشه همچین چیزی. یعنی سردبیر یعنی کسی که در واقع رهبر هیئت تحریریه هستش و ایشون باید بالاترین سطح مالکیت رو در رابطه با محتوای مقالاتی که انتخاب میشن، داوری میشن، انتشار پیدا میکنن داشته باشه و اون حامی مالی نباید هیچ گونه دخل و تصرف و دخالتی رو داشته باشه. خب نکته مهمی که در واقع چه نویسندگان مقالات و چه سردبیران و اعضای هیئت تحریریه در بحث پژوهششون به ویژه در حوزه علوم پزشکی باید مد نظر قرار بدن حمایت از شرکت کنندگان در پژوهش. گاهی اوقات حالا فقط پژوهش ها پژوهش های اینجوری نیستش که کلینیکال ترایال باشه، مثلا شما مصاحبه انجام دادیم با یک سری افراد خبره، با بیماران مصاحبه انجام دادیم، باید در واقع اطلاعات این افراد محرمانه نگه داشته باشه. و حالا بحث این حفظ محرمانه اطلاعات که بخشی از اخلاق در پژوهش هستش و بحث اخلاق در نشر رو هم در بر میگیره، در واقع این هست که کل اخلاق رو عکس کرده باشن. الان ما کمیته کشوری اخلاق پژوهش های زیست پزشکی رو داریم که اگر بخوایم توی اینترنت رو سرچ بکنیم مربوط به وزارت بهداشت هستش و تمام پژوهش هایی که در واقع اون کمیته های پژوهشی در دانشگاه ها تصویب میشه همشون ملزم به بحث خود اخلاق هستن. حالا بیاییم در مورد اون پژوهش هایی که با بیمار سر و کار دارن، با سلامتی بیماران سر و کار دارن، با جامعه سر و کار دارن، حتما حتما این در واقع خود اخلاق باید دریافت بشه. این خود اخلاق خودش در مورد جامعه انسانی مشمول این هست حالا چه شما مصاحبه انجام بدین، چه در واقع بخواییم کلینیکال ترایالی رو روی این افراد انجام بدین، باید ازشون رضایت و آگاهانه کسب بکنین و حتی اگر امکان همچین چیزی وجود نداشت که در واقع این رو تهیه بکنین، حتما حتما بیانیه هلسینکی رو که در سال 2013 تجدید نظر شده این رو حتما مطالعه بکنین و در رابطه با بحث کلینیکال ترایال هایی که وجود داره و بحث رضایت آگاهانه از بیماران وجود داره، یک سری دست و عمل ها رو گفته که شما حتما باید در مقاله پژوهشتون و گزارشی که از پژوهشتون در مجلات میخواید ارائه بدین باید از این بیانیه شما در واقع پیروی کرده باشین و اشاره کنین که اگر مورد شکی پیش اومد چه برای در واقع سردبیر چه در واقع خوانندگان ممکن پیش بیاد نمیستن به مسئول مقاله این رو ذکر کرده باشه. پس برای پژوهش هایی که برای همه پژوهش هات رو که معمولا در روش پژوهش این رو هم ذکر میکنن که پژوهش ما رضایت آگاهانه رو از بیماران عکس کردیم و با این کد اخلاق در این کمیته اخلاق در واقع دانشگاه یا کمیته کشوری این کد رو ما عکس کردیم و در واقع به این شکل شما هر گونه شک و شبهه‌ای در رابطه با انتخاب بیماران در واقع
تشخیص ها و درمان هایی که براشون انجام میدیم، همه این موارد شکرانگیز رو با این خود اخلاق برطرف میکنیم و دیگه داوران از این نظر به شما گیر نمیدن. ولی اگر شما این رو در مقالتون ذکر نکرده باشی، در واقع مشمول این میشه که مورد نقد قرار بگیرفتن کاری که انجام شده و شما خود اخلاق رو نگرفته باشی، منجر میشه که اصلا کار پژوهشیتون منتشر نشه. اما پژوهش هایی که با حیوانات آزمایشگاهی روبرو هستن شما رو به این لینک در واقع ارجاع میدن که در بحث مراقبت و استفاده از حیوانات و آزمایشگاهی و رعایت اخلاق در پژوهش‌های حیوانی دستورالعمل‌های لازم رو، یعنی دستورالعمل‌های اخلاقی اینجا گفته اتیکس در واقع کانسنس گایدلاینز هستش که برای پژوهش‌هایی که با حیوانات و آزمایشگاهی روبرو هستن چه موارد اخلاقی باید رعایت بشه. و ما میرسیم به بحث دیگه ای در رابطه با توصیه هایی که ICMJN می کنه در مورد چاپ و نشر موضوعات سردبیری مرتبط با مجلات پزشکی به این شکل هستش. شما رو با چند تا نکته خیلی مهم می آشنا بکنم که می تونه خیلی براتون مفید باشه. فرض کنید شما یک پژوهشی رو انجام دادین و در بحث انجام مصاحبه، انجام در واقع اون تدریب تحلیل های آماری که انجام دادیم، مثلا فرمی که به کار بردیم، یه جایی شما یک اشتباهی رو انجام دادیم، اگر این اشتباه منجر نشه که کل نتایجتون به هم بریزه و نتیجه یه اصلیتون تغییر نکنه، میشه چی؟ میشه خطا یا اراتون. اگر توی پایگاه های اطلاعاتی بریم و در واقع سرچ بکنید، مثلا اسکوپوس رو اگر نگاه بکنید، عنوان بعضی مقالات رو دیدین نوشته اراتوم. این یعنی چی؟ اراتوم یعنی این که اگر در واقع من خطایی رو در انجام پژوهشم انجام دادم، یعنی منجر به خطایی شدم، اما اگر این خطا روی نتایج نهایی من و نتیجه گیری اصلی من از مطالعه تأثیری نداشته، من میام اون عددی رو که اشتباه گذاشتم، اون تحلیل رو که یه جایی یه ذره در واقع اشتباه انجام دادم، این رو برطرف میکنم، میام به سردبیر مجله اطلاع میدم. گاهی اوقات خود خوانندگان متوجه همچین چیزی میشن و به شکل نامه به سردبیر این رو اطلاع میدن که فلان مقاله در واقع به نظر میرسه که این اعداد رو اشتباه انجام دادن، مخصوصا الان که ما دیتا شیرینگ داریم، یعنی وقتی در واقع این تحلیل ها، این داده ها در فضای وب قرار میگیره و افراد بهش دسترسی دارن، کافی مثلا یک متخصص آماری بخواد دوباره این تزریقانی رو در رابطه با اون مقاله انجام بده و متوجه بشه که این کارپژوهشی یه ایراد این عدد رو مثلا درست به کار نبردن، یعنی فرمول رو به درستی به کار نبردن، اما منجر نشده که نتیجه گیری نهایی تغییر پیدا بکنه. میاد یک نامه به سردبیر، letter to editor می نویسه و میگه که دیر ادیتور، در واقع این در رابطه با مقاله با عنوان در واقع فلان پژوهشگر و قسمت تجزیه تحلیل داده و ارائه نتایج این ایراد رو داره و حالا خود سردبیر از نویسنده اون مقاله میخواد که پاسخ بده. اگر ایرادی که گفتن منطقی نیست و درست نیست و در واقع نویسنده میره چک میکنه که در واقع ایرادی در کارش وجود نداره، ریسپوند میده، پاسخ میده که سردبیر این رو در شماره بعدی منتشر میکنه. ریسپوند پاسخ در واقع نویسندگان، یعنی عنوان به این شکل شروع میشه ریسپوند، یا این که در واقع میگه ریسپوند تو در واقع فلان نویسنده یا فلان خواننده در رابطه با مقاله ما، که ما اومدیم این رو بررسی کردیم، تدریب تحلیل هامون رو، ارائه نتایجمون رو ایرادی نداشت و تمامی موارد در واقع پژوهش کاملا رعایت شده. اما اگر نویسنده متوجه بشه بله یه جای کار رو اشتباه انجام دادن و دچار خطا شدن، چیکار میکنه؟ میاد به سردبیر اطلاع میده، میگه که من ایرادات مقاله رو برطرف کردم، ایرادات در واقع روش پژوهشم رو یا تحلیلم رو برطرف کردم، شماره بعدی
سردبیر این رو تحت عنوان اراتوم یا خطانامه در واقع منتشر میکنه. با این عنوان اراتوم دو نقطه یا خطانامه میاد، عنوان هم مقاله رو مینویسه و در واقع اصل مقاله‌ای که تغییر پیدا کرده، یعنی یه جورایی عنوان مقاله تغییر پیدا نکرده ولی اون کلمه اراتوم یا خطانامه نشون میده که در واقع مقاله تغییر پیدا کرده و ایرادات برطرف شده. خب در این موارد مقاله رد نمیشه، مقاله رو باز پس نمیدن، بلکه توی شماره جدید اون مقاله‌ای که ایراداتش برطرف شده به شکل اراتوم منتشر میشه. اما ما حالا یک مواردی رو داریم که اون تغییرات، یعنی اون ایراداتی که ما در انجام مطالعهمون داشتیم منجر به تغییر در نتایج و نتیجه گیری مطالعه میشه، اما اشتباه غیر عمدی بوده، یعنی از عمد این کار انجام نشده و اگر نتایج ما تغییر پیدا کرده خب ما مجبوریم دوباره مطالعهمون رو انجام بدیم که ایراداتش برطرف بشه، چون روی نتایج و نتیجه گیری اصلی ما تاثیر گذاشت. به عنوان مثال شما تطبیق تحلیل انجام دادیم، رابطه در واقع معنیدار به دست اومده، اما یک خواننده این رو خونده یا حتی در واقع سردبیر مجله اینو مورد توجه قرار داده، دیده که ایراد داره این کار و در واقع نتایج اشتباه به دست اومده. وقتی سردبیر در واقع به نویسنده اطلاع میده، نویسنده این رو چک میکنه و اگر ایراد داشته باشه اونجا میشه رابطه غیر معنیدار ایجاد بشه. خب در اون صورت باید ایرادات در واقع تصویر تحلیلی و روش پژوهشش رو برطرف بکنه چون روی نتایج تاثیر گذاشته. در این موارد بهش میگن مقاله باز پس گرفته میشود یا ریتراکت میشه، یا بهش میگن ریتراکشن. خب اشتباه هم غیر عمدی بوده، عمدی نبوده. خب در این صورت دوباره مثل اراتوم این بار عنوان مقاله شروع میشه، ریتراکشن، نسخه تغییر یافته مقاله در ریتراکشن قرار میگیره، حتما مجلات باید اینو به شکل ریتراکشن یا باز پس گرفته شده در واقع نشون بدن، و اون مقاله‌ای که در واقع تغییر پیدا کرده دوباره در پروسه داوری قرار میگیره، یعنی بعد از اینکه بررسی های دقیق سردبیر و داوری صورت گرفت، ایرادات برطرف شد، تحت عنوان ریتراکشن این منتشر میشه. اما در مواردی که اشتباهمون عمدی بوده، یعنی چی؟ تقلب علمی کردیم، در این صورت بهش میگن سوء رفتار علمی یا ساینتیفیک میسکاندکت. خب سوء رفتار علمی به چه شکلی میتونه باشه؟ به شکل data fabrication، ساخت داده، داده سازی کردیم، نرفتیم پرسشنامه پخش بکنیم، دیتا جمع آوری بکنیم. توی در واقع قضیه کرونا ممکن اینجور چیزهای خیلی زیاد پیش بیاد، چون دیگه به جامعه پژوهش دسترسی نداریم، ممکنه افراد این کار رو بکنن، یا داده سازی بکنن، یا در واقع تحریف داده ها، یعنی که مثلا بیاین یک تصویر رو، بیاین این تصویری رو که در رابطه با مثلا بحثای پزشکی وجود داره یه قسمتش رو تغییر بدیم، تحریف بکنیم، دیتا در واقع فالسیفیکیشن بهش میگن، یعنی چی؟ ما بیاییم این رو تحریف بکنیم، تغییر بدیم، عمدی، یعنی که در واقع تضاد منابع رو اشاره نکرده باشیم، مثلا در واقع سرقت علمی کرده باشیم، سرقت ادبی کرده باشیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یک محتوایی رو از یه جایی گرفتیم بدونیم که بهش رفرنس بدیم، یا موضوع یک دیگر رو برداشتیم و در واقع این رو عمدی انجام داده باشیم. به این موارد بهش میگن سوء رفتار علمی، که در این صورت مقاله کاملا رد میشه و وظیفه سردبیر این هست وقتی همچین موردی شناسایی شو حتما این عنوان مقاله رو در شماره بعدی تحت عنوان مقاله ریترکت شده این رو منتشر بکنه، و در واقع بین اون مقاله‌ای که ریترکت شده و مقاله‌ای اصلی هم باید ارتباط برقرار بکنه. خب شما میتونید به در واقع خوب مراجعه بکنیم و در واقع دست و عمل‌های اخلاقی که در این زمینه وجود داره رو ببینیم.
نسخه‌ای می‌کنم. خب در مورد بحث کپی رایت، خب مجلات در هنگام ثابت مقالات یک فرم دیگری هم دارن به اسم فرم کپی رایت، یعنی ما حق انتشار مقاله رو به مجله میدیم و دیگه بعد از ارسال مقالمون به مجله ما در رابطه با محتوای اون، درسته بعد از انتشار مقاله پاسخگو هستیم، نویسنده مسئول باید پاسخگو باشه، اما حق انتشار دیگه دست ما نیست، دست مجله هستش که این فرم کپی رایت رو از زمان میخوام پر کنیم. بعضی مجلات این فرم رو ارائه نمیدن و همشون تحت یک مجوز مشترکی تحت عنوان Creative Common License هستن. بعضی محتوا هم که دیگه مشمول حق کپی رایت نمیشن، مثلا فرض کنیم بهش میگن Working Article، یعنی مقالاتی که در دوره کاری مثلا کارمندی در یک شرکت یا یک سازمان دولتی نوشته شده، اینا دیگه مشمول فرم کپی رایت و حق کپی رایت نمیشن. خب دیگه حالا نکات دیگه ای هم که وجود داره اینه که نویسندگان عزیز باید حواسشون جمع باشه که ارسال همزمان یک مقاله به یک زبان یا زبان‌های دیگه به بیش از مجله غیر اخلاقی هستش و انتشار مجدد یک مقاله تنها میتونه به دلایل مشخصی باشه. مثلا فرض کنید سردبیران مجله تصمیم میگیرن چون مثلا در بحث کووید 19 رو در نظر بگیریم، بحث کووید 19 خب یک بحثی هستش که با سلامت جامعه روبرو هستش. فرض کنید که در واقع یک مقاله ای ارائه شده و این مقاله میتونه در واقع انتشارش خیلی کمک کننده باشه و موضوعش خیلی عالی هست و کمک کننده برای سلامت جامعه هست، با توافق دو تا سردبیر این مقاله میتونه چند جا منتشر بشه، یعنی میتونه بیش از یک جا این مقاله منتشر بشه. و یا اینکه در واقع حالا خود شما اگه بخواید مقالتون رو به زبان‌های دیگه ای هم منتشر بکنید، در واقع این انتشارش باید با دو مجله صورت بگیره. اما مواردی که شما مثلا مقالتون رو توی کنفرانسی در واقع میتینگی ارائه میدید، این دیگه مشکل قانون نیستش، یعنی شما میتونید اگه مقالتون کنفرانسی هستش و میخواید در یک مجله منتشر بکنید هیچ ایرادی نداره و میتونید این رو منتشر بکنید. بعد در مورد اشتراک در واقع یافتهای پژوهشیتون هم که خدمتتون گفتم در رسانه‌های اجتماعی که اگر خواستی مثلا الان الزبیه نسبت به انتشار مقالاتش در ریسرچ گیت کاملا مخالف هستش و اگر بخواییم در واقع مقالتون رو در یک شبکه اجتماعی مثل ریسرچ گیت یا مثلا ارکید در واقع قرار بدیم، باید حتما توافق سردبیر رو به دست بیاریم. در مورد کارآزمایی های بالینی هم که خدمتتون گفتم، قبل از اینکه شما در واقع ثبت بیماران رو انجام بدین یا حتی در حین اون باید خود این کلینیکال ترایال رو شما از اون در واقع مرکز ثبت کارآزمایی بالینی مثلا کلینیکال ترایال.gov که وجود داره یا مثلا ما توی ایران در واقع RCT داریم، این رو باید ثبت بکنیم و اون خودش رو هم در انتهای چکیده قرار بدید، چکیده مقالم. اگر شما در حد مثلا 500 کلمه بعد اینکه مثلا معرفی بکنیم که کار چی بوده و در واقع چه تعداد بیمار رو اونها مورد بررسی قرار گرفتن، در همین حد، یعنی در حد 500 کلمه در موردش توضیح داده باشیم، مشمول انتشار مجدد نیستش، یعنی نمیشه گفت این مقاله برای دومین بار منتشر شده، چون شما فقط یک گزارش خیلی کوتاه 500 کلمه ای رو به خود اون clinicaltrial.gov ارائه دادیم، پس مشمول در مورد بحث انتشار مجدد نیستش و در واقع در فرایند مقاله‌ای که مربوط به این کلینیکال ترایال هستش در فرایند داوری مجله قرار میگیره و بعد از اینکه شما در واقع مقالتون منتشر شد حتما نتایج رو هم در
خود کلینیکال ترایال رو ثبت خواهید کرد. پس بودیم برای انتشار سانویه در صورتی ما میتونیم یک مقاله رو دو جا چاپ بکنیم که یک بتونه به نفع سلامت جامعه باشه، دو توافق سردبیر رو داشته باشیم، سردبیران مجله رو داشته باشیم، مثلا پایان‌نامه‌تون رو انجام داده، موضوعتون انقدر خوب هستش که بتونه کاربردی باشه و تصمیم میگیریم جدا از زبان فارسی رو به زبان انگلیسی هم چاپ بکنیم، هم باید به سردبیر مجله فارسی زبان و هم به مجله انگلیسی زبان اون رو باید اطلاع بدیم. اما انتشار ثانویه قابل پذیرش چی هست؟ یکی در صورتی که مقاله برای خوانندگان از ارزش زیادی برخوردار باشه و خود سردبیر هم به نسخه قبلی منتشر شده دسترسی داشته باشه، چه به اون زبان باشه چه زبان دیگر، هیچ ایرادی نداره و میتونه در واقع دوباره منتشر بشه. اما باید سردبیران توی دستور عملهاشون مشخص بکنه که فاصله بین در واقع انتشار در واقع نسخه اول و نسخه دوم به چه شکلی هستش، یعنی فاصله زمانی رو بر خودشون تعریف بکنن که در واقع فاصله زمانی به چه شکلی هستش و طبق اون فاصله زمانی باید پیش ببرن کار رو، و یا اینکه بخوام در واقع مقاله رو برای گروه خاصی منتشر بکنم، مقاله اصلی در واقع منتشر شده، حالا میخوان نتایج این مطالعه رو به یه گروه دیگه ای هم ارائه بدن. خب در این صورت یک نسخه خلاصه شده از مقاله اصلی میتونه کفایت بکنه. خب ارائه نسخه دوم هم همونطور که گفتم باید حتما به این شکل نباشه که شما توی نسخه دومی که دارن منتشر به مقاله اولی اصلا رفرنس نداده باشین یا به دیتا های اون اصلا اشاره نکرده باشین، که حتما باید این رفرنس دادنه در صورت بگیره. میگه که NLM در مورد انتشار مجدد مخصوصا اونهایی که ترجمه هستن رو به عنوان انتشار مجدد نمایه سازی نمی کنه. به چه شکلی؟ میاد فقط اشاره می کنه که یعنی همون نسخه اصلیه رو به عنوان در واقع نسخه اصلی نمایه می کنه و بعد اشاره می کنه، میگه که این مقاله به زبان انگلیسی، پرتغالی و اسپانیایی هم منتشر شده. دیگه نمیره نسخه در واقع به زبان پرتغالی رو در واقع بیاد یا اسپانیایی رو یا چه میگم ایتالیایی رو بخواد جداگونه این رو ایندکس بکنه. عنوان انتشار دوم بایستی یک انتشار ثانویه باشه، حالا یا انتشار کامل اون باشه یا خلاصه یا ترجمه. اما در مورد مجالات پزشکی که توی NLM یعنی کتابخونه ملی پزشکی آمریکا ثبت میشن، ترجمه ها فقط یک بار مقاله اصلی نمایه میشه و فقط به ترجمه های مختلف اون اشاره میکنه. خب و نقطه ای که سردبیر ها هم باید در رابطه با مقالاتی که براشون ارسال میشه، خب قبل از اینکه این رو بگم اگر سوالی در مورد محتوای جلسه دارین تا الان بفرمایید، همین که به چند دقیقه هم استراحت کرده باشیم و بعد ادامه میدیم. خب دوستان اگر سوال دارید میتونید در واقع اون علامت آدمه که وجود داره رو کلیک بکنید، اجازه در واقع صحبت کردن بهتون داده میشه، اگه تایپ کردن در واقع براتون سخت هست.
آیا میشه از منابعی که داخل مقاله هست استفاده کرد؟ این سوال خیلی ها هست که میگه آیا مثلا در رابطه با این موضوعی، چیزی که من خودم توی کارشناسی ارشد باهاش روبرو شدم، موضوع به گونه ای بود که فقط کشور هند درش کار کرده بود و مقاله در اون زمینه نبودن سرچ میکردم. اما همون مقاله اصلی میتونه خیلی بهتون کمک کنه. خیلی افراد میگن گشتی مقاله نبود، اما خب رفرنس مقالات، مقالاتی که مثلا مرتبط هست با کارتون، قطعا نشون میده که در واقع مواردی که به رفرنس ها اومده خیلی مهم هستن و استفاده شده توی مقاله. بله شما میتونید از منابعی که داخل مقاله هستش استفاده بکنید، اما با ذکر رفرنسشون. یعنی اینکه دو حالت وجود داره. اگر شما از نوشته‌ای که در داخل مقاله وجود داره استفاده می‌کنین، حتما باید به اصل مقاله که محتوا رو ازش گرفتین اشاره کنین. یعنی چی؟ یعنی فرض کنین مثلا احمدی از این مقاله فرد دیگه تحت عنوان محمدی استفاده کرده و نقل کرده. شما نحوه رفرنس دادنتون باید به این شکل باشه: احمدی به نقل از محمدی این رو گفت. و شما باید به مقاله اولیه که در واقع به محمدی اشاره کرده باید رفرنس بدیم. اگر صادقانه منافع خودتون رو بگیم خیر، هیچ گونه مشکلی ایجاد نمیشه. به خاطر همین این فرم کانفلیکت آف اینترست رو گذاشتن که حتی اگر شما اصلا این مقاله رو برای منفعت یک شرکت دیگه انجام ندین، ولی شما سهامدار هستین توی یک شرکتی، خب میگه شما این رو هم ذکر بکنین. اگر صادقانه این موارد رو ذکر بکنین، نه تاثیری روی نداره که مقالتون فاق نشه. اسلاید ها هم برای هم جلسات براتون در واقع ضبط میشه و همین که اسلاید ها در اختیارتون قرار میگیره. خب زمانی که به سردبیر نامه میدیم که فعلا مقاله مشکل دارد، آیا اسم ما محفوظ میماند یا منتشر میشود؟ نه، اسم شما کاملا محفوظ میمونه. خدمتون گفتم که سردبیران و داوران و اعضای هیئت تحریریه موظفن که اطلاعات محرمانه نویسندگان رو حفظ بکنن. اگر مقاله شما منتشر شده و خواننده این رو بخونه و متوجه اشتباه بشه، خب مقاله شما منتشر شده. اما نسخه بعدی رو اگر شما ایرادات رو برطرف بکنید و ارسال بکنید، به شکل اراتا منتشر میشه. یعنی اسم شما و عنوان مقالتون وجود داره، مگر اینکه در واقع شما ایرادات رو در حین ارسال مقاله پیش از ارسال به داوری متوجه شده باشید. در این صورت نامه میفرستیم برای سردبیر که یک ایرادی در مقالمون وجود داره و ما بعد از اینکه برطرف کردیم بهتون اعلام میکنیم که در واقع برای داوری ارسال بشه. خواهش میکنم. خب حالا سوالاتتون رو تایپ بکنین، من جواب میدم. بریم سراغ بس و چون 10 دقیقه از زمان کارگاه مونده که مباحث رو مباحث این جلسه رو به اتمام برسون. خب فینگلیش نوشتیم، این را تغییر بدیم، حالا یا کاملا به فارسی بنویسیم یا انگلیسی. خب موضوعات نشر و ویراستاری مرتبط با مجلات پزشکی دیگه چه مواردی وجود داره؟ سردبیر مجله میگه در صورت دریافت حالا ببینیم دوستمون سوالشون چی بوده، من پاسخ بدم به سوالشون. آیا امکانش هست که نمونه ایمیل بدیم؟ ولی نمونه مواردی که من خودم برای این مجلات فرستادم رو بعد براتون میفرستم که داشته باشین و حتی توی جلسه دوم من بهتون نشون میدم همچین مواردی رو که باهاش آشنا بشین. ها منظورتون مقاله دیگرانه. ببینید شما یعنی این که شما در واقع نقد کننده این
فعال هستیم. شما اگر در اون زمینه اکسپرت هستین، خودتون مشخص میکنین که میخواین در واقع نامه به سردبیرتون در شماره دیگه منتشر بشه، یعنی این رو به سردبیر اطلاع میدین. اگر بخواین منتشر بشه که منتشر میشه، اگر نخواین منتشر بشه که منتشر نمیشه، یعنی اطلاعاتتون در هر صورت محفوظ میمونه. این بحث کاور لتر و نامه به سردبیر رو هم چشم در جلسه دوم من بهتون نشون میدم. خب ببینید، برای بورستون اگر فعال بشه یک علامت دست هست بالای صفحه، این رو کلیک بکنید بهتون اجازه داده میشه که حالا من از این ور که میتونید صحبت کنید. خب مثلا مقاله کامل میخوان، خب بعضی کنگره ها خلاصه مقاله میخوان. مثلا تصور کنید مثلا یه مقاله ISI ما دادیم، خب بعد این مقاله رو میخوایم در کنگره هم چاپ کنیم، میتونیم این مثلا چکیده رو به یه کنگره بدیم و مثلا یک کنگره دیگه میگه مثلا مقاله کاملش رو بفرستیم؟ یعنی این به صورت چکیده مقاله به یه کنگره و به صورت مقاله کامل به یه کنگره دیگه بشه و اینکه یک ISI هم باشده باشیم، این تکرار میشه؟ چون مثلا یه کنگره هستش مثلا چکیده مقاله میخواد، بعضی کنگره ها میگن ما مقاله کامل هم مثلا مقاله کامل هم پذیرش داریم. وقتی که یک مثلا مقاله به صورت چکیده در یه کنگره ای چاپ بشه، دیگه اون قابلیت نداره که مثلا به صورت مقاله کامل در یه کنگره دیگه ای چاپ بشه؟ کلا وقتی شما مقالاتتون رو برای مجلات ارسال برای میخوام برای کنفرانس ها ارسال میکنید، مقاله کامل همیشه ازتون، اما روش انتشارشون متفاوته. مثلا یک کنگره میگه که ما در به اصطلاح این خلاصه کنفرانسمون، یعنی شماره مجله‌ای که منتشر میشه، ما توی مجله زانکو داشتیم همچین چیزی رو چند سال پیش، کنگره برگزار شد، کنگره دانشجویی کشوری و میزبانش دانشگاه علوم پزشکی کردستان. یکی از شماره های مجله علوم پزشکی زانکو به چکیده در واقع مقالات دانشجویانی که شرکت کرده بودن اختصاص پیدا کرده بود. بستگی به سیاست های اون کنگره داره که بخواد چکیده شما رو منتشر بکنه یا مقاله شما رو منتشر بکنه. و اگر شما، اولا اینکه کنفرانس ها خب هیچونه محدودیتی ندارن، مگر اینکه سیاست اون کنگره رو باید مطالعه بکنید که اگر شما مقاله رو یه جایی ارائه دادین دیگه نمیتونید اینجا ارائه بدین، که اکثرا محدودیت ندارن از این نظر که شما بخواید در واقع در جای دیگه هم این رو پرزنت بکنید. اما در مورد انتشارشون گفتیم یه سری دستورالعمل‌ها در مورد انتشار مجدد وجود داره و یکی از آیتم‌هایی که وجود داشت این بود که اگر شما مقاله حتی کامل رو توی کنفرانسی ارائه بدین، به عنوان چاپ ثانویه به شمار نمیان و میدونین منتشر بکنین، اما باز هم باید به دستور عمل مجله توجه بکنین، چون بعضی مجلات از این نظر محدودیت دارن و در واقع اون مقاله رو به عنوان انتشار ثانویه در نظر میان. ولی بر اساس توصیه های ICMJA خیر، در واقع انتشار ثانویه به شمار نمیاد و شما میتونین مقاله کامل رو توی یک مجله، اگر در واقع من این نداشته باشه اون مجله در عمل خاص خودش و سیاست های خاص خودش، میتونید این رو منتشر بکنید. نحوه انتخاب مجلات و معیارهای انتخاب رو هم دوستان کمیته تحقیقات مد نظر دارن به روی چشم. من خوشحال میشم براتون برگزار بکنم، چون جا هم نکات خیلی خوبی وجود داره، حتی اگر بس مقاله نویسی و در واقع اون آیتم هایی، چون این توصیه های ICMJA کلی هست، خودتون هم حتما نسخه اصلی رو مطالعه بکنید. من خلاصه ای از اون رو توی اسکلتون ها بردم، حتما مطالعه بکنید. ولی در کنار توصیه های ICMJA هم باید دستور عمل خود مجلات هم دقت داشته باشید. خب پری پرینت هم نکته خیلی مهمیه، بله این رو هم خدمتتون میگم، در ادامه بهتون میگم که به چه شکلی این بحث پری پرینت خیلی نکته مهمیه و بعضی مجلات نسبت به این در واقع تعصب دارن و اینو نمیپذیرن. خب بریم ادامه کارگاه و سایر نکاتی که وجود داره. خب یکی دیگه از موضوعات مهمی که در رابطه با نشر و اجازه‌ساری مرتبط با مجلات پزشکی وجود داره اینه که در واقع مقالاتی که با تحلیل
شواهد یک صنعتی گروه تحقیقاتی هستن یا گروه دیگر بهتر هستش جهت داوری مورد نظر سرزمینان قرار بگن. یعنی چی؟ فرض کنیم که در واقع یک گروه سیستماتیک رو دو نفر تکرار کردن. سردبیر نباید بگه که این کار دیگه تکراریه و ما این رو دیگه داوری نمی کنیم. متاسفانه این رو در مجلات خیلی زیاد دیدیم و اگر دقت کرده باشین بیدلیل این رو ریجکت می کنن بدون اینکه بخوان محتوای مقاله رو دقیق مطالعه بکنن. این توصیه رو می کنه در واقع به سردبیران که اگر شواهدی حالا مقالات باشه یا داده های یا حتی کارآزمایی های بالینی در واقع صورت گرفته باشه، شخص دیگه بیاد روی همون داده ها کار بکنه و یا در واقع از همون مقالات و شواهد استفاده کنه، مثلا یه گروه سیستماتیک دیگه انجام داده، یه پایگاه دیگه رو اضافه کرده، یا در واقع روی این کارآزمایی بالینی که یک دانشگاه انجام داده یا یک گروه تحقیقاتی که دیگه هم داره کار میکنه طرف رو مد نظر قرار بده. چرا؟ ممکنه نتایج متفاوت باشه و این میتونه در واقع در بحث کمک کردن به جامعه علمی و پاسخگویی به سوالات علمی خیلی مهم باشه. همچنین اینکه مجلات باید اون چارچوب‌هایی که برای پرداخت هزینه انتشار وجود داره رو حتما در بخش راهنمای نویسندگانشون مشخص کرده باشن. و حالا نکته‌ای که وجود داره و ممکنه به چشمتون خورده باشه بس ساپلمنت ها یا احراقیه ها یا آماره های زمینه هستش. این چی هست؟ اگر مثلا یک مقاله رو حالا دانلود کرده باشین از یک مجله ای میبینین نوشته مثلا شماره ولیوم همون رو نوشته مثلا گفته شماره چهار در واقع جلد چهار هست، شماره در واقع مثلا دو ساپلمنت یک. ساپلمنت ها چی هستن دوستان؟ در زبان فارسی بهشون میگیم زمینه یا اتفاقیه و در زبان انگلیسی هم بهش میگن ساپلمنت. فرض کنید که در واقع در رابطه با همون شماره عادی که در مجله منتشر میشه یک حامی مالی میگه در رابطه با این موضوع ازتون یک ساپلمنت میخوام، حمایت مالی هم میکنن. حالا دستورالعمل هایی که گفتیم حامیان مالی و در واقع صاحبان مجله نباید دخل و تصرف داشته باشن در انتخاب نویسندگان مقالات و در واقع به اصطلاح انتخاب داوران و ویرایش کردن و اینجور چیزا، این نکته هم در بحث ساپلمنت قابل اجرا هست. در این صورت سردبیر کاملا مالکیت داره که نویسندگان مقالات ساپلمنت رو تعیین بکنه، داورانش رو مشخص بکنه و هیئت تحریریه در بحث محتوای مقاله و درستاری اون نقش داشته باشن. پس ساپلمنت ها در واقع اون نسخه‌ای هستن که در کنار شماره عادی مجله منتشر میشن، جزئی از شماره عادی مجله هستن یا اینکه به عنوان یک شماره جداگونه منتشر میشن در رابطه با موضوعات خاص. پس کنیم مثلا یک مجله در رابطه با کووید 19 فعلا میخواد یک ساپلمنت جداگانه‌ای رو در کنار شماره اصلیش منتشر بکنه که در این صورت در واقع این ساپلمنت منتشر میشه و کاملا سیاست‌هایی که در رابطه با جلد و شماره‌های مجله وجود داشت اینجا هم در مورد ساپلمنت وجود داره. سیاست‌هایی که در رابطه با تبلیغات وجود داره، رعایت اصول نویسندگی، اصول تضاد منابعی که قبلا خدمتتون گفتم، همین موارد رو هم باید در بحث ساپلمنت رعایت بکنه. با حمایت مالی مشارکت کنندگان باید توی مقاله کاملا مشخص باشه، بهش اشاره بشه. انتشار الکترونیکی رو هم باید مجله سیاست‌هاش رو مشخص بکنه، مثلا سیاست‌های مربوط به تبلیغات، مربوط به در واقع انتشار در رسانه‌ها از سوی سردبیر به چه شکلی، سیاست‌های مربوط به مطالعات ثبت کارآزمایی‌های بالینی باید کاملا مشخص باشه. و در مورد حالا اون بحث انتشار در رسانه‌ها که پس پریپرینت رو خدمتتون بگم. پریپرینت یعنی چی؟ یعنی پیش از چاپ، پیش از انتشار. پریپرینت ها الان من یک موردی رو بهتون معرفی بکنم که در واقع اشپینگر ازش استفاده می‌کنه، ریسرچ اسکوئر هست و یکی از مقالات من هم هنوز در مرحله داوری هست، فری پرینتش منتشر شده. مجلات نسبت به این قضیه در واقع تعصب دارن و
میگن اگر مقاله پریپرینت اون منتشر بشه دیگه این رو در فرآیند داوریشون قرار نمیدن. خب در حالی که در واقع پریپرینت ها ایرادی ندارن، در واقع جامعه علمی ارائه میشن که دیگران در مورد محتوای مقاله نظر بدن، این میتونه به کیفیت بهتر کارشون در واقع کمک میکنه. پس پریپرینت ها در واقع انتشار پیش از چاپ هستن که حتما شما باید اگر مقالتون به شکل پریپرینت در واقع، ممکن شما حالا مقاله را در مجله بفرستین که خودش یک رپوزیتوری برای پریپرینت ها داشته باشه، اون که هیچی، اما اگر مقالتون از اونجا رد شد و پریپرینتتون در فضای وب قرار گرفت، الان شرایطی که مثلا من دارم، اگر مقالم رو به مجله دیگه خارج از مجلات اون ناشر بفرستم، حتما باید به سردبیر مجله اطلاع بدم که مقاله من به شکل پیپری در اومده و فرایند داوری رو نگذرونده، بلکه فقط خودشم می نویسه، یعنی در همون ابتدای صفحه پیپری می نویسه که این مقاله در فرایند داوری قرار نگرفته و منتشر نشده، فقط جهت اطلاع به خوانندگان هستش و این کمک می کنه که در واقع دیگران بیان نظر بدن در مورد محتوای کارتون، روش پژوهشتون، نتایجتون، و اگر حتی در اون مجله چاپ نشد و در مجله دیگه چاپ شد، یعنی خواستیم برای مجله دیگه بفرستیم، اون ایراداتی که در واقع گفت افراد علمی مثلا در مورد مقالتون می‌تونید این موارد رو برطرف کنیم و این رو ارسال بکنیم. پس مجله باید اون سیاست‌هایی که در رابطه با انتشار الکترونیکی وجود داره، مثلا اگه لینک میده به وبسایت های دیگه، همه اینها رو مشخص بکنه. در رابطه با پریپرینت ها هم همینطور که بس همون انتشار در رسانه و مثل رسانه های اجتماعی هست، مثلا ریسرچ های تو اینا، مثلا الزبیه کاملا مشخص کرده، میگه که من موافق این نیستم که نویسندگان بخوان مقالاتشون رو توی رسانه های اجتماعی بخوان منتشر بکنن، به این در واقع به لحاظ مالی برشون ضرر حساب میاد. همچنین که مجلات باید یک آرشیو دائمی که در زبان فارسی میشه آرشیو، در زبان انگلیسی میشه آرکایو، یک آرشیو دائمی و رایگان رو از مقالات مجلشون داشته باشن که معمولا ناشر مجله این رو تهیه میکنه و روی وبسایتشون داشته باشن که حالا اگر حتی مجله انتشارش متوقف شد، مسئولیت این آرشیو به شخص ثالث سپرده بشه، یعنی به شخص دیگه سپرده بشه، که اگر خیلی پیش اومده دیدین که مثلا یک مقاله رو جستجو میکنه نوشته که مجله متوقف شده، خب کسی که مسئولیت این رو داره باید این آرشیو رو نگه بداره و در واقع محتوای مقالاتی که قبلا منتشر شده نگه داشته بشه. همچنین این که مجله همیشه به آپدیت هاش خیلی دقت میکنه، جدا از نگه داشتن آرشیو دائمی و رایگان در واقع مقالاتش، باید به بروز رسانی بخش دستور عمل نویسندگانش، اعضای هیئت تحریرش و کارکنانش بپردازه. حتی اگه حامی مالیش هم تغییر پیدا کرد، حتما این رو باید بروز رسانی بکنه و روی وبسایتش قرار بده. در مورد ثبت کارآزمایی های بالینی هم که خدمتتون گفتم، توی رجستری های معتبر پیش از سابقه ثبت اولین بیماری حتی قبل از اون رو ثبت بکنه، بعد در حین اینکه نتایجش رو به دست آورد، در صورتی که در حد 500 کلمه این رو در واقع نتایج رو در همون رجستری ثبت بکنه، انتشار ثانوی به حساب نمیاد و باید البته سردبیر مطلع بکنه که در حد 500 کلمه، یعنی در حد یک چکیده ما در مورد کارمون در مرحله ثبت کارآزمایی توضیح دادیم و در این صورت دیگه به عنوان انتشار ثانوی به شما نمیاد. خب حالا در کنار همه این مواردی که خدمتتون گفتم، می‌رسیم به بحث آماده سازی مقاله و ارسال اون. نویسندگان مقالات باید ساختار انواع مقالات رو باشون آشنا باشن، یعنی کسی مقاله اوریجینال آرتیکل می‌نویسه باید بدونه ساختار یک مقاله اوریجینال آرتیکل چیه، ساختار یک مقاله مرور سیستماتیک یا مروری نریتیو چی هست، یک مقاله کارآزمایی بالینی رو به چه شکلی می‌نویسن، یک مطالعه مشاهده‌ای رو به چه شکلی می‌نویسن.
باید همین اینها رو بدونه و حتی اون مجله هدفی رو هم که انتخاب میکنه و میخواد مقاله رو برش ارسال بکنه، نمونه مقالاتی از اون جنس رو هم ببینه و به دستور عمل های مجله هم دقت داشته باشه. خب ساختار انواع مقالات معمولا یه بخش های مخصوصا توی مقالات اصیل یا اوریجینال آرتیکل ها مشخصه که بهش میگن ایمراد، introduction, methods, result و discussion که مخفف به این چند تا کلمه رو کنار هم دیگه گذاشتن شده این را. این ساختار مقالات اصیله و حالا ما توی مقالات نور سیستماتیک هم این رو هم داریم، ولی توی مروبای نراتیو نه، به این شکل نیستش و در واقع اون ساختاری برای مقالات اصیل و حالا سیستماتیک و حتی که این کاترایال وجود داره این آیتم ها رو به شکل کلی دارن. یک سری زیر آیتم های دیگری رو هم دارم که حالا اگه بخواییم این زیر آیتم ها رو آشنا باشیم که به چه شکلی بنویسیم، مثلا شما مقاله کارآزمایی بالینی نوشتیم، باید بیاییم از چک لیست کنسورت استفاده بکنیم، از راهنمای کنسورت استفاده بکنیم که چه آیتم هایی باید در یک مقاله کارآزمایی تصادفی شده یا رنگ ماسکین کاترایال ها نوشته بشه. یا اینکه اگر مطالعاتون مرور سیستماتیک و متاآنالیز هست از راهنمای پریزما استفاده کنید که آدرس هاشو هم خدمتتون گذاشتم که ببینید، یا مطالعات صحت تشخیصی دیاگنوستیک اکوریسی این مطالعات چی هستن، مثلا یک روش تشخیصی رو به کار میبرن در بحث بالین و میخوان مقالهش رو این روش رو به کار بردن و حالا نتایج مطالعهشون رو میخوان به شکل مقاله منتشر بکنن. استارت برای مطالعات ارزش تشخیصی به کار برده میشه که از این راهنمای گزارشی هم شما میتونید استفاده کنید. یا استروپ برای مطالعات مشاهده ای هستش، این هم یک راهنما. در واقع این راهنما چیکار میکنن؟ میان آیتم هایی که باید در دل این مقالات وجود داشته باشه رو بیان. اگر به این راهنماها شما توجه نکنید منجر میشه که مقالتون رد بشه. و مجلات علوم پزشکی هم حتما در دستور عمل هاشون ذکر بکنن که اولا اینکه دامنه موضوعشون چیه، چه انواع مطالعات رو داوری میکنن و چاپ میکنن توی مجلشون، و اگر در واقع انواع خاصی از مثلا از این مطالعات رو منتشر میکنن حتما هدایت بکنن نویسنده ها رو که راهنماهای گزارش دهی رو دانلود بکنن و مقالاتشون رو بر اساس اون بنویسن که چیزی از قلم نیفته. برای چک لیست ها و راهنماهای دیگه هم شما میتونید در واقع از این دو آدرس استفاده کنید، یکی اگریدر نتورک هست و یکی هم خود ریپورت گایدلاین هایی هستش که خود NLM تهیه کرده، کتابخونه ملی پزشکی آمریکا، که اینها هم راهنماهای خوبی رو در اختیارتون قرار میدن. اکویتر نتورک چک لیست های یعنی راهنماهایی رو هم گذاشته برای مطالعه. شما میتونید در بخش ارزیابی کیفی مطالعات مرور سیستماتیک هم ازش استفاده کنید. چک لیست یه جلو دستتون میذاریم و در واقع مثلا میگه آیا توی مقدمه به زمینه مطالعه اشاره کرده، مثلا بهش نمره میدین، چک میکنید این رو. بعد آیا هدف رو ذکر کرده در روش، آیا جامعه پژوهش رو گفته، روش در واقع جمع‌آوری دیتا رو گفته، ابزار رو گفته، نحوه تحلیل رو گفته، در واقع نرم‌افزار تحلیل داروها رو گفته، یا مثلا نحوه ورود بیماران به مطالعه رو گفته، انتخاب در واقع گروه کنترل و در واقع گروه موردمون به چه شکلی بوده. همه این کار شما میتونید بر اساس این چک‌لیست ها اگر مثلا مرور سیستماتیک هم انجام میدید میتونید از چک‌لیست هایی که توی اگریدر نتورک وجود داره استفاده بکنید. و راهنماهای گزارشی مطالعات هم که در این آدرس قابل دسترس هست و شما میتونید ازش استفاده بکنید. این هم یک نمونه ای هستش حالا از بحث اشتراک داده ها هستش که شما در واقع میتونید توی گزارش اصلی هم ببینید که در هنگام ارسال مقاله در واقع بهتون یک سوالی که ازتون میپرسه اینه که آیا میخواین داده هاتون به اشتراک گذاشته بشه؟ و اگر شما این رو تیک بکنید خب کجا این داده هاتون میخواین در واقع منتشر بشه؟ و یک نمونه هایی رو اینجا توی همین راهنما گفته، حالا توی اسلایدم خیلی واضح نیستش ولی اینجا من بهتون نشون میدم. گفته example of data sharing statement that
fulfill these ICMTA requirements. مثلا نمونه اولش رو که سوال ازتون میپرسه مجله در هنگام ارسال مقاله میگه Will individual participant data be available including data dictionaries؟ گفته که آیا در واقع داده های مربوط به شرکت کنندگان در مطالعه قابل دسترس هست؟ حالا data dictionary میتونه باشه، میتونه اطلاعات مربوط به بیماران هست. شما مثلا با yes جواب میدین یا با no جواب میدین، یا مثلا نمونه دیگرش میگه که What data in particular will be shared؟ میگه که چه نوع داده هایی رو شما میخواین در واقع به اشتراک بذارین. مثلا اینجا توضیح میگین که All of the individual participant data collected during the trial after de-identification، یعنی بعد از اینکه در واقع هویت زدایی کردیم اطلاعاتشون رو، یعنی اون مشخصاتی که بس محرمانگی اطلاعات هستش، مثلا چشماشون رو روش خط کشیدیم، تار کردیم، یا اون جایی که مثلا شماره بیمارستان رو داره نشون میده، در واقع چهره بیمار رو نشون میده، بعد از اینکه این رو de-identification کردیم این رو ارائه میدیم. یا مثلا نمونه دیگه میگه What other document will be available؟ چه اطلاعات دیگه میخواین یا اسناد دیگه میخواین در واقع قابل دسترس بشه؟ will be available داره آینده رو میگه، یعنی که در آینده این داده هایی که به اشتراک میذارین چیا هستش، که بر اساس هر مجله این اطلاعات و این سوالات میپرسه در مورد دیتا شیرینگ متفاوت هستش. مثلا شما میگین پروتکل مطالعاتون رو قرار میدین، تحلیل های آماریتون رو قرار میدین، فرم اینفورم کانسنت یعنی فرم رضایت آگاهانه رو میخواین در واقع به اشتراک بذارن، که این کار مجله خودش مشخص میکنه که در واقع چه دیتاهایی رو در این داوری مقاله مشخص میشه. این هم نمونه هایی هستش، میگه این مثال ها فقط داره نمونه ها رو بهتون نشون میده و همه این موارد به همه این مجلات وجود نداره، یعنی همه اینها رو بخوام. یه سوالی ازتون میپرسه که آیا با اشتراک داده ها موافق هستین و چه داده هایی رو در واقع شما یا خودش آیتم بندی میکنه. میگه که مثلا اطلاعات اگه کارآزمایی پالینی باشه، میگه که اطلاعات مربوط به بیماران، اگه مثلا مطالعه مشاهده‌ای باشه، مثلا میگه که جمع‌آوری در واقع داده‌های میدانی هست مثل کارهای آزمایشی، یا اگه مثلا اگه کار پرسشنامه‌ای باشه، مثلا میگه خب تجزیه و تحلیل آماریتون رو توی محتوای SPSS یا در واقع نرم‌افزار آماریتون در اختیار قرار بدیم، که اینها رو ازتون میپرسه و شما در واقع باید بهشون پاسخ بدین. این بس دیتا شیرینگ و پس این اوپن اکسس و پریپرنت ها خیلی مهم هستش و باش باید آشنا باشین، چون ممکنه در هنگام ارسال مقاله براتون در واقع خیلی سوالات پیش بیاد، که اگر هم موافق باشیم ما میتونید جلسه رو داشته باشیم اصلا نحوه سابمیت کردن مقاله رو برای مجلات فارسی هم برای مجلات انگلیسی داشته باشیم به چه شکلی انجام میشه، چون خیلی آیتم ها به مجلات اضافه شده که در واقع حتی یک سال قبل دو سال قبل هم وجود نداشته، و این نشون میده که این تحولات که داره صورت میگیره باید مدام افراد با آپدیت بشن و این اطلاعات رو به روز بکنن. و یه کلیتی در مورد این توصیه نامه در مورد اجزای مقاله صحبت میکنه در انتهای در واقع توصیه هاش، میگه که برای انواع مختلف مقالات ما یک صفحه عنوان رو داریم، چکیده، مقدمه، روش و نتایج مطالعه و در واقع نتیجه گیری رو قسمت منابع رو هم داریم. در صفحه عنوان معمولا در همه مجلات یک عنوان مقاله هست، اسم نویسندگان، وابستگی سازمانی اونها که در واقع بهش میگن افیلیشن، و چیزی که الان در واقع مجلات نویسندگان رو ملزم میکنن کد ارکیدشون هست، که ارکید هم که یک در واقع سازمان غیر انتفاعی هست که به هر نویسنده برای اینکه یک شماره شناسنامه‌ای بهشون در فضای وب و در فضای علمی اختصاص بده، میان افراد در اینجا ثبت نام میکنن و کد خودشون رو دارن، کد پروفایلشون رو دارن و میتونن مقالات و مشخصات تحصیلیشون رو اونجا وارد کنن. بعضی افراد رو داریم، بعضی اساتید در واقع حوصله ندارن، فقط میان ثبت نام میکنن، دیگه هیچ اطلاعاتی رو اونجا قرار نمیدن، در حالی که باید اون پروفایلشون رو تکمیل بکنن توی ارکید. عنوان کوتاه در واقع عنوان اصلیه رو داریم، بعد از اون رانینگ تایتل بهش میگن، عنوان کوتاه رو هم ذکر بکنیم، که معمولا خودشون کاراکترهاش رو مشخص میکنن که در واقع چند تا کاراکتر باید عنوان کوتاه داشته باشه، مثلا میگه 12 تا باشه، 15 تا باشه حداکثر.
این عنوان کوتاه کجا میاد؟ در واقع حالا بستگی داره، مدار خودش تعیین میکنه، معمولا بالای هر صفحه در واقع مقالتون زمان منتشر بشه قرار میدین عنوان کوتاه. بعضیشون میگن تعداد کلماتی که در واقع مقالتون داره از هم عنوان، مثلا میگه که از عنوان بدون افیلیشن، بعضیشون میگن کامل حتی با رفرنس ها کلا چند تا کار در واقع چند کلمه تشکیل شده، چون محدودیت تعیین میکنه. مثلا میگه برای مقالات اصلی 3000 کلمه باشه و مقالات مروری حداکثر فرض کنم که دیگه دستشون رو باز گذاشتن مثلا میگن 8000 تا کلمه باشه، که این هم به سیاست های هر مجله برمیگرده. مثلا میگه تعداد کلمات رو مشخص بکنیم که ببینیم آیا سیاست های ما رو مد نظر قرار دارن، و از طرف دیگه محدودیت دارن دیگه، فضای در واقع مجله شون محدودیت صفحات دارن، محدودیت در واقع کلمات دارن که رعایت شده باشه. تعداد دلایل و شکل ها و اینها رو هم مشخص میکنن. معمولا میگن که عنوان بیشتر از 40 تا کاراکتر نباشه، حتما به روش مطالعه در عنوان اشاره شده باشه. نامه رفع مسئولیت یا کاور لتر رو هم در واقع داشته باشیم تو همین صفحه عنوان که ارسال می‌کنیم. این صفحه عنوان در واقع یک فایل جداگونه جدا از مقاله اصلیتونه، یعنی در دیدین که دیگه مثلا میگه مقاله رو که ارسال می‌کنیم اون مشخصات، هر چیزی که به مشخصات نویسندگان اشاره می‌کنه رو باید حذف بکنیم، یعنی بیتوت آتر باشه فایلتون. و یکی هم یک صفحه عنوان، یک فایل در واقع یک یا دو صفحه‌ای هستش که شما این مشخصاتی که مجله ازتون می‌خواد رو قرار میدین. نامه رفع مسئولیت که بهش میگن دیسکلیمر، دیسکلیمر ها در واقع شما میگین که این مقاله رو ما فقط همینجا منتشر در غیر ارسال کردیم، جای دیگه نفرستادیم، و هر گونه در واقع سوالی در رابطه با مقاله پیش بیاد و اینها ما بهش پاسخگو هستیم. منابع حمایت کننده پژوهش رو ازتون میخوان در واقع ذکر بکنیم. افشای تعارض منافع رو ازتون میخواد که اگر واقعا منفعتی نداشته باشین از انتشار این کار پژوهشی، معمولا میرسن نام دکلر، یعنی کسی این رو اعلام نکرده. میرسیم به چکیده، و که خود چکیده هم شامل اجزای خود مقاله ولی به شکل کوتاه شده، معمولا بین بسته به سیاست مجلات معمولا بین 200 تا 300 کلمه هست که انشاءالله بعد از اینکه حالا مقاله رو ارسال میکنیم این قسمت ها رو باید توی چکیدتون داشته باشیم و باید به اون دستورالعمل های در واقع مجله دقت داشته باشیم. مقدمه که بیان زمینه و اهداف و فرضیات مطالعه است، روش رو هم باید مد نظر قرار بدیم که یک سری موارد رو این توصیه نامه بهش اشاره کرده در مورد انتخاب و توصیف مشارکت کنندگان و اطلاعات کلی در مورد انجام کار و سایر مواردی که میتونیم مطالعه بکنیم، و قسمت نتایج که شامل مهمترین یافته‌ها به شکل ترتیب منطقی هست و جداول و شکل‌هایی که ارائه میشه. حالا اگه موارد اضافی در رابطه با نتایج وجود داشته باشه این رو در انتهای مقاله پیوست میکنیم. خب قسمت بحث هم که معمولا میان نتایج مطالعه خودش کنیم، مهمترین نقاط قوت مطالعاتون و همچنین اینکه پیشنهادهایی که برای مطالعات آینده داریم رو هم اینجا بیان می‌کنیم، و نحوه رفرنس دهی اونها رو هم که بسته به سیاست هر مجله میتونه متفاوت باشه که اون رو هم باید دقت بکنید که مجلات چه دستورالعمل‌هایی رو برای رفرنس دهی مقالات مد نظر قرار دادن. و وقتی شما از یک مقاله‌ای در مطالعاتون استفاده می‌کنید، مقالات دیگه استفاده بکنید، این رو توی پابمت سرچ بکنید که دقت بکنید این مقاله جز مقالات ریترکت شده نباشه، یعنی در واقع عنوان مقاله رو که نوشتین با تگ در واقع داخل کروشی تی آی اند بکنید با ریترکت پابلیکیشن ها پی تی با تگ پی تی یعنی پابلیکیشن تایپ، این رو چک بکنید همون قسمت سرچ در واقع پابلیک، و مشخص کنید که این مقاله جز مقالات ریترکت شده نباشه، چون شما نباید به مقالاتی که ریترکت شدن رفرنس بدید. ترتیب مراجع در جداول شکل‌ها رو باید رعایت بکنید، یعنی اگه مثلا در متن
اول جدول یک رو آوردیم، جدول دو، سه، به همین طریق باید رعایت بشه. در اون شکل هم به همین صورت حالا توصیه های رو ارائه داده در خود همین توصیه نامه که میتونه ازش استفاده بکنه. در مورد در واقع جداول هم معمولا جداول عنوانشون در بالا قرار میگیره، شکل ها در پایین قرار میگیره. سعی کنین از اختصارات استفاده نکنین، ولی اگر اختصاری هم وجود داره حتما در پانویس بهش اشاره بکنین. در مورد شکل ها هم شکل ها باید واضح باشن و وضوح تصویر رو حتما حتما داشته باشین. اگه اسم واحدهای اندازه‌گیری رو در متن مقالتون دارین حتما معیارهای استاندارد رو به کار ببرین، مثلا برای حرارت درجه سلسیوس، برای فشار خون مثلا میلیمتر جیوه به کار برده میشه. سعی کنید از اگرم از اختصار استفاده میکنین حتما حتما از اختصارات استاندارد باشه و به شکل کامل پیام ببرین و اختصار رو داخل پرانتز بیان کنیم و بعد از اون در متن مقاله میتونیم اختصارها رو ذکر بکنیم. و در هنگام ارسال مقاله هم نکاتی که وجود داره غیر از اون فرم سابمیت مقاله، نامه کاور لتر، فرم تضاد منافع، فرم کپی رایت، اطلاعات نویسندگان و سایر اطلاعاتی که سردبیر ازتون میخواد رو باید با مقالتون ارسال بکنیم. و اگر بخواییم مجوز انتشار رو دوباره داشته باشین حتما حتما باید از سردبیر کسب اجازه بکنین که در واقع امکان این رو داشته باشین، یا حتی اگه بخواییم از منابعی که قبلا منتشر شده شما هم در واقع استفاده بکنین که مقالات مثلا تصویر بوده یا اطلاعات مربوط به افراد باشه، اینها همه اینها رو باید با کسب اجازه از سردبیر توی مقالتون رعایت بکنین. خب دوستان عزیز، مطالب این جلسه‌مون به پایان رسید. توصیه نامه در واقع در قالب 19 تا صفحه هست که میتونید خودتون هم مطالعه بکنید و سردبیران مجلات هم در واقع در مجلاتشون به کار بگیرن و ان شاء الله که بتونه به کیفیت بهتر مجلات و محتوای اونها چه از طرف نویسندگان و چه از طرف در واقع مجلات کمک بکنه. اگر سوالی دارین دوستان من در خدمتتون هستم. مطالب یه ذره بیشتر طول کشید، عذرخواهی میکنم صرف وقتی که گذاشتین، انشالله که تونسته باشه مفید باشه براتون. خب چجوری مقالتون رو از پری پرینت در واقع خارج بکنیم؟ ببینیم باید وارد همون، مثلا برای اسپرینگر ما ریسرچ اسپیر رو داریم، باید دوباره وارد پروفایلتون بشین و در واقع تیکی که مربوط به پری پرینت مقاله هست رو باید برداریم. در اون صورت میتونید در واقع اون رو از حالت پری پرینت خارج بکنیم. ولی اگه خواستین ایرادی براتون ایجاد نمیکنه، باید فقط به سردبیر اطلاع بدین که مقالتون به شکل پری پرینت هم وجود داره ولی نه داوری شده نه جایی هم منتشر شده. ممنونم از شما. شما هم خسته نباشین. دوستان شما همون اکویتر گایدلاین رو که بهتون گفتم یا NLM ریسرچ گایدلاین هایی که در واقع NLM ارائه داده و آدرسش رو توی اسلاید ها گذاشتم میتونین ازش استفاده کنین. خب ببینیم در مورد مقالات ریتراکشن، مقالاتشون ریتراکت میشه، در واقع سیاست هایی که توی معاونت های پژوهشی کشور خودمون وجود داره معمولا، خب اگر فردی تقلب علمی کرده باشه بله یک سری در واقع محدودیت هایی رو برای این افراد در نظر میگیرن به لحاظ کاری و کار پژوهشی و این دور چیزهایی. بخدا همین باید حواستون باشه که اگر اولا که دیتا سازی نداشته باشین، اگر از هر منبعی شما استفاده میکنین توی مقالاتتون و کار پژوهشیتون حتما رفرنس داشته باشه، حتما اشاره بکنین. یه جایی داشتیم که حتی اگر شما از مقالات قبلا استفاده منتشر شده بخواین استفاده بکنین حتما حتما باید اشاره بکنین، مجوز انتشار اون رو داشته باشین، وگرنه میتونه مشکل ساز باشه. اگر غیر عمدی باشه مثل مواردی که خدمتتون گفتم قابل حل هست و با نامه دادن به سردبیر اشاره میکنه که ما میخوایم این مقاله ایراداتش برطرف بشه و
حالا به شکل ریترکشن منتشر میشه، اما ریترکشنی که به مقاله اصلی هم اشاره میکنه و میاد در قسمت رفرنس ها در پایان رفرنس ها در قسمت زمینه بیان میکنه که در واقع چه ایرادهایی در این مقاله وجود داشته و برطرف شده. به همه اینها در واقع اشاره میکنه. ما در مورد مقاله‌ای صحبت میکنیم که نوشته شده و میخوایم ایراداتش رو برطرف کنیم. کسایی که ویراستارن توی مجلات و حتی نویسندگان مقالات در هنگام نوشتن مقالاتشون میتونن اینها رو رعایت بکنن.